به نام خداوند یکتا و توانا و بیننده های گرامی سلام بر شما. توجه کنید به مجموعه خبری این ساعت از شمشاد نیوز. امروز سه‌شنبه 11 ثور 1403 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 30 اپریل سال 2024 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. انتقاد از نقض حقوق بشر در افغانستان. سازمان ملل از ادامه نقض حقوق بشر در افغانستان انتقاد کرده است. واکنش ها به حمله مسلحانه بر مسجد در ولایت هرات. سازمان ملل و شماری از کشورها با محکوم نمودن این حمله خواهان مجازات عاملان آن شدند. و کشته شدن حدود 40 تن در حملات تازه اسرائیل بر غزه. مشروع خبرها با من میرویس هوتک. سازمان ملل از ادامه نقض حقوق بشر در افغانستان انتقاد کرده است. کشورهای عضو این سازمان از محدودیت کاری و تحصیلی زنان، شکنجه در زندانها و محدود نمودن آزادی بیان به عنوان نقض حقوق بشری یاد کردند. حکومت سرپرست در واکنش گفته است که حقوق بشری تمام افغانها در چوکات شریعت اسلام تأمین است. در نشست شورای عالی حقوق بشر که دیروز دوشنبه آغاز شد، نمایندگان کشورهای مختلف از وضعیت حقوق بشر در افغانستان انتقاد کردند. نمایندگان کشورهای عضو این شورا ممنوعیت کار و تحصیل زنان و دختران، شکنجه در زندانها، محدودیت آزادی بیان و نادیده گرفتن حقوق اقلیت‌ها را از اصلی ترین موارد نقض حقوق بشری توسط حکومت سرپرست خواندند. نماینده افغانستان در شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل میگوید که در نشست دوره‌ای ارزیابی حقوق بشر تقریبا 230 پیشنهاد برای بهبود وضعیت کنونی حقوق بشر در افغانستان ارائه شد که در روزهای آینده این نشست مورد بحث قرار خواهد گرفت. و افزود که تنها روسیه با موضوعات مطرح شده در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان مخالف است. به گفته وی، روسیه مدعی است که آمریکا حقوق بشر در افغانستان را نقض کرده است. تقریبا در حدود 230 پیشنهاد جدید مطرح شد که تا 3 روز آینده و پیشنهادات ما جمع‌آوری میکنیم و بعدا میبینیم که این پیشنهادات چه قسم سرش اجراات شد. حکومت سرپرست در واکنش به نشست شورای عالی حقوق بشر در مورد وضعیت بشری در افغانستان گفته که هدف از این گونه نشست‌ها تعقیب اهداف غرب در افغانستان است. حکومت میگوید که حقوق زنان و دختران در کشور بر اساس شریعت اسلامی تامین است. د افغانستان اسلامی امارت د واکمن نظام په توګه د خپل ټول اتباعو لپاره د اسلامی او شریعي حقوقو ورکړې تجمن ده. نو داسې غربي نړۍ په افغانستان کې سی اسلامي ټولنه ده، د غرب د حقوقو د پلي کېدو غوښتنه کوي. دا په اصل کې د غربي فرهنګ د تپلو یوه هڅه ده چې د افغانان په هیڅ ډول نه مني. افغانان ټول اسلامي او شرعي حقوق غواړي او هغه د اسلامي نظام له لورې ورکول شوي دي. با این حال، شماری از کارشناسان درخواست مردم برای بازگشایی دروازه های مکاتب و پوهنتون ها را برای تعامل با جهان ضروری می خوانند. امیدوار هستیم که این تغییرات با در نظر داشت شرایط اوضاع کنونی و نظر به خواست مردم افغانستان و نظر به خواست جامعه جهانی تغییرات لازم در کشور رونما گردد تا زمینه های به رسمیت افغانستان در سطح ملی مطرح گردد و همچنان با ادامه چنین سیاست امکان دارد که افغانستان نه تنها به انزوای بیشتر بین المللی کشانیده خواهد شد، بلکه همان ادارات که از مؤسسات و کشورهای کمک کننده که مردم افغانستان خواستار کمک هستند امکان دارد که با ادامه این سیاست ها این کمک های بشری همچنان محدود گرده یا به صورت کامل قطع گرده که در شرایط اوضاع کنونی و هیچ وجه به نفع مردم افغانستان نخواهد بود. شورای عالی حقوق بشر هر 5 سال بعد درباره وضعیت حقوق بشری 14 کشور نشستی را برگزار می کند و به صورت دوره‌ای وضعیت بشری در آن بررسی می‌گردد. در این نشست 3 گزارش پیشکش شده که یک یا از سوی نماینده افغانستان در شورای عالی حقوق بشر آماده شده است. حمله مسلحانه به مسجد در ولسوالی گذره ولایت هرات باشندگان محل را نگران کرده است.
آنان از حکومت میخواهند که از چنین حملات جلوگیری کند و تلاشهای خود را برای تأمین امنیت مردم بیشتر سازد. از سوی دیگر مقامهای محلی این گونه حملات را غیر انسانی خوانده و میافزایند که تلاشها برای بازداشت عاملان این حمله را آغاز کردند. بچه های آجی آقا پخش خردساله. پخش خردساله. یک بچه داره که تقریبا بچه 17 ساله در ایران، دیگه بچه اید نداره، بچه رزه داره که خیلی رزه اگو 7 ساله 8 ساله دیگه اونتر بچه های همه ایش خردساله. هم در زن که آمد اید نفهمیدم پای پیاده پریده خورده آمدم در مسجد که از من پیش بردم تا بوده که مرشار پریده دنبال از رد از رفتی سری جنگل از ما پیش خلاص شد. ولی از این که در سال گذشته ما تعداد از علمای ما و از مردم ما به شهادت رسید و هنوز مردم ما جواب روشنی از حکومت دریافت نکرده، ولی زم ما خواهش ما یه که هم عاملین این حادثه دیشب را و هم عاملین حوادث گذشته را دولت پیگیری کنه، شناسایی کنه و سرنخ‌هایی را که به دست آورده به مردم شریک بسازه. این مردم از حکومت همین درخواست داره که انشالله قاتلین دستگیر بشه و مجازات بشه. در زیر بجای صفی قدس هستیم. واقعا یک چیز واقعا ناراحت کننده است. ساعت 12 ظهر شده، تا الان باید 8 بجه یا 7:30 بجه صبح اینا باید جمع شوه، تا حال جمع نشده. واقعا نگران کننده. کسی مسئولیت چیزی به دوش داره، به چا خود میام اینجا لمشتی میکنم، به سه شهر آلوده کردم. متاسفانه در نتیجه حمله افراد مسلح ناشناس بر نمازگزاران مسجد در شهرک محمدیه ولسوالی گذره، 5 تن از هموطنان عزیز ما به شمول یک زن و یک کودک به شهادت رسیدند و 3 نفر دیگر زخم برداشتند. اداره محلی هرات این حمله بیرحمانه را به شدت محکوم میکند و اطمینان میدهد که تلاش های نیروهای امارت اسلامی جهت دستگیری عاملین این حمله جریان دارد و به زودترین فرصت آنها را پیدا و پنجه قانون خواهند سپرد. ایران تحرکات گروه داعش را برای کابل و تهران تهدید مشترک میخواند. شش دافر ایران در کابل برای محو این تهدید مبارزه مشترک را مهم خوانده و افزوده است که کابل و تهران برای مبارزه با داعش مشارکت استراتژیک دارند. از سوی دیگر کابل اطمینان داده است که گروه داعش را سرکوب کرده و به هیچ گروه اجازه فعالیت بر ضد امنیت را نمی دهد. در حالی که کشورهای منطقه از جمله آمریکا و غرب مدعی حضور تروریسم در افغانستان هستند، اخیراً ایران از گروه داعش به عنوان تهدید خارجی برای کابل و تهران در منطقه یاد کرده است. مقامات ایرانی مبارزه مشترک دو کشور در برابر این تهدید را مهم دانسته و تاکید کردند که افغانستان شریک استراتژیک ایران در مبارزه با داعش است. گروه داعش برای افغانستان و ایران تهدید مشترک خارجی است. گفته می توانم که تروریسم به صورت خاص گروه خراسان داعش برای افغانستان، ایران و کشورهای منطقه تهدید خارجی است. ما خود را برای مبارزه با گروه داعش شریک افغانستان می دانیم. داعش در افغانستان حضور فیزیکی نداره، ولی کشورهای بزرگ است که هم بزرگ نمایی می کنن و هم اگر خواسته باشن او را بزرگ می سازن، بخاطر که هیچ گروهی وجود ندارد در جهان که بدون پشتیبانی کشورهای بزرگ او بزرگ شوه و بتانه اعمال را بکنه که او به نفع زما باشه. کارشناسان تأمین امنیت در کشور را از دستاوردهای حکومت سرپرست می داند و حضور گروه های تروریستی در کشور را رد می کند. آنان تاکید دارند که برای مبارزه با گروه داعش باید اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی به وجود بیاید. داعش در غربی نړۍ یو نظامی پروژه ده چې په سیمه کې لمړی د عربی نړۍ د ځپلو او د وخلو او د اقتصادي تباهۍ لپاره وکارول شو، او اوس همدغه پدیده یا همدغه نظامی پروژه د اسلام آباد استخباراتو د جنرالانو له ادرسه تمویلیږي، تجویزیږي، مسله کیږي او تربیه کیږي، او په سیمه کې د ناامنۍ دپاره د روسانو په وړاندې، د چینایانو په وړاندې او د ایرانیانو په وړاندې، حتی ویلی سم د افغانستان د جغرافیا د چورولو او د تباهۍ دپاره دوی دغه کاروي، او یو ځل بیا به د همدغه داعش له بهانې له ادرسه غربي نړۍ به بیرته دوباره په افغانستان جغرافیا کې به دوی بیا
استخباراتی حضور بلری. قومی پیش از این در مصاحبه مدعی شده بود که امریکا در تلاش برای برهم زدن اوضاع اقتصادی و امنیتی افغانستان است و این کشور را به حمایت از داعش متهم کرده بود. اما حکومت سرپرست در پیوند به اظهارات مقام ایرانی میگوید گروه داعش در افغانستان سرکوب شده است و کشورهای منطقه نیز باید بر اساس مسئولیت خود اقدامات جدی علیه این گروه انجام دهد. په افغانستان کې د داعش ډله ځپل شوې او اوس د پخوا په څیر ښکاره فزیکي حضور نه لري او لا د ځپل کېدو په درشل کې ده. د سیمې د هیوادونو هم مسئولیت جوړیږي چې د داعش د ډلې د مراکزو او تنظیم کوونکو په وړاندې چې د افغانستان څخه بهر شتون لري جدی مبارزه وکړي او اسلامي امارت یو ځل بیا ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان خاوره به د هیچا پر ضد باندې بونه کارول شي. این در حال است که هفته گذشته امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه در مراسم افتتاح نمایشگاه بین‌المللی افغان قزاخ بدون نام بردن از کشور گفت که سه کشور همسایه افغانستان با داعش همکاری میکند. با این همه حمله مسلحانه بر مسجد در ولایت هرات با واکنش های داخلی و خارجی مواجه شده است. سازمان ملل شماری از کشورها و شخصیت های مطرح این حمله را خلاف معیارهای انسانی خواندند و خواهان مجازات عاملان آن شدند. آنان از حکومت خواستند تا جلو این گونه حملات را بگیرد و برای تأمین امنیت بیشتر مردم تلاش نماید. در نتیجه حمله مسلحانه بر مسجد اهل تشیع در ولسوالی گذاره هرات 6 تن کشته شدند که این حمله واکنش های داخلی و خارجی را برانگیخته است. سازمان ملل با محکوم نمودن این حمله خواهان بازداشت عاملان آن شده است. یوناما حمله شب گذشته بر مسجد اهل تشیع در هرات که در آن حداقل 7 تن به شمول یک کودک کشته و زخمی شدند را محکوم می کند. و عاملان آن باید به عنوان یک اقدام عاجل مورد تحقیق و پاسخگویی قرار گیرد. از سوی دیگر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز این حمله را محکوم کرده و آن را یک عمل تروریستی خوانده. با خانواده های قربانیان این حادثه غم‌انگیز تسلیت می‌گوییم و این حمله را به شدت محکوم می‌کنیم و این اقدام تروریستی را خلاف تمامی موازین دینی و انسانی می‌دانیم. با این حال سفارت ایران در افغانستان نیز این حمله را محکوم کرده و با توجه به تلفات غیر نظامیان خواستار یافتن عاملان آن شده است. در بیانیه‌ای که سفارت ایران منتشر کرده با حکومت سرپرست افغانستان همکاری مشترک و مبارزه با تروریسم تضمین شده است. سفارت ایران حمله مسلحانه بر مسجد امام زمان علیه السلام در ولسوالی گذره هرات را محکوم می کند و خواستار شناسایی و مجازات عاملان این رویداد می باشد. سفارت ایران متحد به همکاری و مبارزه مشترک با تروریسم با حکومت سرپرست افغانستان است. همزمان حکومت سرپرست نیز کشته شدن 6 تن از جمله یک کودک را در حمله مسلحانه شب گذشته هرات تایید کرده است. هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. شاژدافیر سفارت آمریکا برای افغانستان میگوید که کشورش به دقت موضوع رسمیت شناختن حکومت سرپرست افغانستان را بررسی میکند. کرندیکر در مصاحبه با یک رسانه گفته است که آمریکا در حال حاضر باید سیاست را اتخاذ نماید که بر اساس آن مردم عام افغانستان متضرر نشوند و همچنان رفع تحریم ها بر حکومت سرپرست را نادرست خوانده که به گفته او نتیجه نامطلوب برای افغان ها و کشورهای منطقه خواهد داشت. شازافر آمریکا برای افغانستان در مصاحبه با نشریه هیمنوچی نیوز درباره رسمیت شناختن حکومت سرپرست و سیاست آمریکا در این باره صحبت کرده است. وی گفته که ایالات متحده آمریکا با نگاه با وضعیت بشری و نادرست افغانها پس از روی کار آمدن امارت اسلامی تحریم‌ها و به رسمیت نشناختن جهان را از عوامل اصلی این وضعیت می‌داند. تأکید نمودند که آمریکا را در موقعیت قرار داده است که مسائل رسمیت شناختن را باید با دقت کامل بررسی نماید. او گفته است که برای این کار آمریکا با یک توازن ظریف ضرورت دارد. واشنگتن در حال حاضر در موقعیت قرار دارد که باید موضوع برسمیت شناختن را با دقت و هوشیاری مدیریت کند که به توازن ظریف ضرورت دارد. بر اساس گزارش این نشریه، سال گذشته آمریکا، اداره های غیر دولتی بین المللی و سازمان ملل به این نتیجه رسیده بودند که
تحریم های اقتصادی و محدودیت ها به وضعیت اقتصادی و بشری افغانستان هیچ فایده رسانده نمی تواند، بلکه وضعیت را بیشتر پیچیده می سازد. او انزوا را سیاست ویران کننده خوانده و تأکید کرده که برای مردم افغانستان و منطقه نتیجه نامطلوب خواهد داشت. امریکا حالا درک می کند که نتیجه انزوا و کنار کشیدن ویران کننده است. این برای افغان ها و منطقه ویران کننده است. این نشریه به نقل از یک مقام اداری غیر دولتی که نام آن را ذکر نکرده، گفته است که تعامل ضروری است و آنان در صدد راه حل هستند که بر اساس آن تعامل متوازن ایجاد شود. با این حال، کمک های بشری آمریکا با مردم افغانستان از طریق اداره های غیر دولتی موثر و مثبت خوانده شده است، کمک هایی که به گفته او نگرانی افزایش گرسنگی و فقر را در افغانستان کاهش داده است. نړیوال اعلامیه و حرکات چګورو په دې پیګه چې دوی حاضر دي چې امارات اسلامي طالبان سره تعامل وکړي، او دوی دا درکړی چې طالبان په دې خاوره باندې په دې جغرافیه باندې اوس حاکم دي، او ضرورت هم لري ګاونډي سیمې هیوادونه د خپل ترانزیت تجارت راکړه واکړه او همداسې د خپل امنیت لپاره وړې ډاډ هم ترلاسه کړي. نو په ټوله کې دوی یو سلسله شرایط وړاندې کړي، او په دې شرایطو باندې اوس دوی هم بند پاتې دي که لاس راخلي هم نه کېږي. نو دغه شرایط چې د ملت افغانستان خواسته هم دي، لکه د نجونو ښوونځي، د ښځو کار اشتغال، اساسي قانون جوړول، په اداراتو کې مسلکي با تجربه پاک کسانو ته ځای ورکول، نو بینان طالبان باید په دې کې یو څه اصلاحات راولي. شازافر امریکا برای افغانستان در حال درباره چگونگی تعامل امریکا با حکومت سرپرست سخن میزند که پس از حاکمیت امارت اسلامی نزدیک به 3 سال است، به شمول آمریکا هیچ کشور در جهان حکومت سرپرست افغانستان را به رسمیت نشناخته است و این مسئله را مشروط به خواستهای مطرح شده نمودند. برای نگهداری از محصولات زراعتی در 4 زون کشور سردخانه های بزرگ ساخته می شوند. مقام های حکومت سرپرست می گویند که این سردخانه ها بر اساس نیازها ساخته می شود و تمام معیارها در آن در نظر گرفته خواهد شد. دهقین از ساخت این سردخانه ها ابراز خوشی می کنند و می گویند که با این ترتیب محصولات افزایش خواهد یافت. بسیاری اوقات دهقین شکایت دارند که با فرا رسیدن فصل ها محصولات زراعتیشان را به بازار می فرستند، اما برای نگهداری آن مکان مناسبی وجود ندارد و روی این دلیل در کنار سبزیجات، میوه های تازه نیز در نیم قیمت به کشورهای همسایه به فروش رسانده می شود که به گفته آنان کشورهای همسایه در موقع آن دوباره به قیمت بلند بر افغانستان به فروش می رساند. اکنون تازه کابینه حکومت سرپرست تصمیم گرفته است که برای جلوگیری از این کار در 4 زون کشور 6 سردخانه بزرگ بر اساس معیارها و امکانات لازم را می سازد. مسئولین وزارت زراعت و آبیاری می گویند در این سردخانه ها علاوه بر نگهداری محصولات زراعتی، زمینه آموزش دهقین در بخش های مختلف نیز فراهم خواهد شد. د هیواد د 4 زونونو په کچه کرنیز، ترویجی او نندارز کمپلیکسونو جوړیدل د تولید پروسس او بزګرانو ته د کرکلی او حاصل ټولولو نوی لارو چارو شودلو په برخه کې چوپړتیاوی وړاندې کوي، چې دا چاره کولی سي بزګران میکانیزه کرکلی ته وهڅوي او له دودیز کرکلی څخه میکانیزه کرکلی ته لار پیدا کړي. از سوی دیگر مسئولین اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگویند که با این اقدام حکومت سرپرست مشکلات تاجران کاهش خواهد یافت و در کنار سبزیجات صادرات میوه های تازه نیز ادامه خواهد داشت. آنان از حکومت سرپرست خواست دارند تا پیش از ساخت این سردخانه ها مشکلات برق حل شود. لوی استونزه داده چه شتورونه جور شی، مسائل جور شی، داغه دا برق تداوم پروژه په نظر که اونه نیول شی، یا یو جنریتوری یا عمومی برقی دغه نه موقتا استفاده وشي، یا سولری. زما هیله دا ده چې مخکې د دې نه چې موږ شتور جوړ کو او د دې لپاره دغه کو د برق او د حفظ و مراقبت او د دې مسایلو ته ډیره خاصه پاملرنه وکړو او په هغه معیار او ستاندرد باندې جوړ شي چې لکه جهان چې جوړی.
از سوی دیگر کارشناسان میگویند که با ایجاد این سردخانه ها از مشکلات دهاقین و خرابی میوه های تازه و سبزیجات جلوگیری خواهد شد. به گفته آنان در بسیاری اوقات کشورهای همسایه میوه های تازه و سبزیجات خود با قیمت دو برابر بالای افغانستان به فروش میرسانند. زمان تاسی بازگر او تجاران همیشه خپل حاصلات همسایه ملکون تلیگی او التا پسړو خونو کې ساتل کېدو ورسته په لوړ قیمت باندې بیرته افغانستان ته واردېږي چې اصلي ګټه یې نورو ملکونو ته ورځي. افغانستان یک کشور زراعتی است. بسیاری از مردم آن مصروف کاروبار زراعتند. خواست ها این است که حکومت سرپرست این گونه سردخانه ها را در سایر ولایات ها نیز بسازد تا دهاقین محصولات خود را در آن نگهداری و در موقع مناسب به بازار عرضه نمایند. در ولایت غزنی هر نوع داد و ستد و معامله با اسعار خارجی ممنوع شد. کمیته ترویج پول افغانی این ولایت اعلام کرده است که در این ولایت هر نوع معامله و خرید فروش به شمول پول پاکستان با تمام اسعار خارجی ممنوع می باشد و با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. مسئولین این کمیته می گفتند که هدف از این کار ترویج و ثبات پول افغانی و جلوگیری از ترویج اسعار خارجی است. کمیته خاص ترویج پول افغانی در ولایت غزنی هر نوع داد و ستد و معامله با اسعار خارجی را ممنوع اعلان کرد. این کمیته اعلان کرده است که از این پس هیچ کس حق ندارد با اسعار خارجی خرید و فروش نماید. مسئولین در افغانستان بانک در غزنی میگوید که برای جلوگیری از ترویج اسعار خارجی به رهبری این بانک نشست های را برگزار کردن و از راه های مختلف برای مردم نیز اطلاع رسانی کردن. به اجندا که مونږ موضوع شریک کړل چې د موضوع نورسته دلته په اداري مجلس کې پریکړه وسوله چې یو کمیټه جوړه سوله. کمیټه اعضا د استخباراتو ریاست، امنیه قمانداني، علما او شورا، امر بالمعروف ریاست او عدلی ریاست، اطلاعات فرهنګ ریاست او داسې نورو ادارو ورکې شمولیت لر چې وار په وارې د غزنی ولایت د اتحادیو سره چې د صرافانو اتحادیه او د رهنمای معاملاتو اتحادیه او د موټر پلورنځیو اتحادیه سره غونډې وکړلې او د اصنافو مسؤولین او کلانترانو سره مجلسونه وسول چې ټولو وعده وکړله او د افغانیو نه غیر په نورو کرنسیو باندې به راکړي ورکړي نه کوي او بعضی اتحادی وخت وخت یو چې هغه وخت هم تر اختره پورې و هغه وخت هم پورسه. از سوی دیگر ولی غزنی میگوید که از پروسه ترویج پول افغانی هر وقت نظارت میکند و به هیچ کس اجازه نمیدهد که از این به پس معاملات خود را با آثار خارجی انجام دهد. په دویم دریم قدم کې له سبانه اخواته ان شاء الله العزیز له سبانه اخواته زمونږ د ولایت د مقام او د امنیت او د استخبارات او د قمانداني اداره هغه به ټول په دې باندې غزنی ولایت کې که صرافان دي که تاجران دي او که برګینونه دي چې څومره ادارات دي د ادارتو مکمل کنټرول کړي. دا داسې اوایي خبره به نه وي سی هغه دلته خبره وسوه په مجلس کې بیا به نه عملي کېږي انشاءالله العزیز. تاسو ته زه په دې باندې فرایض بنان درکوم چې تاسې کومې ستونزې مشکلات وي په بانکو کې پیسې افغانۍ زیاتې دي دغه مشکل ستونزه قطعا نشته او د هغه په رابطه باندې. از سوی دیگر صرافان در غزنی از این اقدام استقبال می کنند و تاکید دارند که برای تطبیق این پروسه آماده هر گونه همکاری هستند. ډیر یو ګټور کار ده په دې خاطر باندې چې د موږ به کمیشنان هم 5000 روپۍ څوک راکوي 6000 څوک نه راکوي او بل به د موږ د ولایت او د ملک د ټولو ګټه ده. همسایه ملکو ته ډېر غټ شکست ده، د کلدارې د بندېده او بل محترم والي صاحب موږ درسره موافق یو، خوشحاله یو، خو دا موږ نسو تطبیق کولی ولې موږ قوه اجرایه هلته نه لرو. خلک د اطراف د منطقې یو چا ته څه ورته وایي چې دا کار مه کوه ول دا تا وظیفه نه ده. اما الحمدلله امروز ما که میبینیم از روزی که امی کمیته تشکیل شده ما خود ما در امی معاملات صرافی خود که کنترل میکنیم معاملات ما 80% به کلدار بود.
یعنی در کل 80% معاملات روی کلدار انجام میشد. اما امروز الحمدلله ما تقریبی گفتم میتونم که به 10% رسیده و این خودش نشانگر از این است که کمیته کار کرده و مردم هم اطاعت کردن الحمدلله. روی از این حساب شاید مشکلات وجود داره، گفته نمیتونم که مشکلات وجود نداره، اما میشه این مشکلات دست به دست هم داده ایره بسیار با آسانی با سهولت این مسئله را حل کنیم. این در حالی است که در ولایت غزنی برای جلوگیری از ترویج اسعار خارجی در داد و ستد و معاملات تلاش شده بود اما نتیجه نداده بود. و اکنون همچند خبر از جهان. در حملات تازه نیروهای اسرائیلی بر غزه نزدیک به 40 تن کشته شدند. مقام‌های صحی غزه اعلام کردند که نیروهای اسرائیلی روز گذشته شهر رفح غزه را بمباران کردند که بر اثر آن 34 تن از جمله زنان و کودکان کشته و تعداد دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی، آمریکا و بریتانیا می‌خواهند حماس را برای پذیرش آتش‌بس 40 روزه پیشنهادی اسرائیل تحت فشار قرار دهند. با این حال جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی با سران مصر و قطر بر امنیت آتش‌بس و گروگان‌ها در غزه تأکید کرده است. علاوه بر این پلیس ایالت نیویورک بیش از 900 محصل را که در پوهنتون کولومبیا در این ایالت در حمایت از فلسطین تظاهرات کرده بودند بازداشت کرده است. در یک حمله مسلحانه در امریکا نزدیک به 10 پلیس کشته و زخمی شدند. مقام‌های امنیتی این کشور اعلام کردند که در جریان تعقیب و گریز 2 فرد مسلح غیر قانونی در ایالت کارولینا 4 پلیس کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌ها افزودند که 1 فرد مسلح در درگیری با پلیس نیز کشته شده است. پلیس منطقه اعلام کرده است که در ارتباط با این حمله 2 مظنون را که یکی از آنها یک زن است بازداشت نموده است. و سازمان ملل متحد گفته است که یافته‌هایش نشان می‌دهد روسیه راکت‌های بالستیک کره شمالی را به سمت اوکراین پرتاب کرده است. گروه نظارت بر تحریم‌های این سازمان اعلام کرد که در جنوری سال جاری میلادی روسیه از راکت‌های بالستیک کره شمالی در خارکیف اوکراین استفاده کرده است. این گروه درباره ماهیت فنی راکت‌های پرتاب شده توسط روسیه به اوکراین اطلاعات ارائه نکرده است. سازمان ملل متحد کره شمالی را پس از آزمایش و استفاده از تسلیحات هسته‌ای برخلاف قوانین بین‌المللی در فهرست تحریم‌های بین‌المللی قرار داد. بیننده‌های گرامی، این بود خبرهای این ساعت که تقدیم شما شد. سپاسگزارم از همراهیتان. وقت خوش. خدا نگهدار.